قربانبای مراجبوف، ساکنی 80 ساله خواجه علا بیشتر از 40 سال باز در دامنه کوهی معروف به دهنه دروازه به دهقانی و چارواپروری مشغول است. وی میگوید در این مدت باری هم با مرزبانهای قرغز روبرو نشده و چاروایش را نیز کسی نربوده است. اما روزی 26 می یک بار سه سر چاروایش ناپدید شد و خودش بیشتر از 3 ساعت از جانب سربازان قرغز بازداشت گردید. رفیق خدا ما این طرف و یک سر متر پایین یک داشت اونده عادت هم قفید جر گفته مثلا من نمیرم، من همینجا نشنم یکی بیاد بوشت بیاد نشنم نشد چهار کس اومد نظامه قفید مجبور شدم سانی کنه گذاشتم بابای تشت دارده شدم نمیمونه گذاشتم به بعد از بای خوزامده برفتم چشم بود باز کلوم یک کدره یک دفت میگم سلام. وسیله اساسی روزگذرانی خانواده قربانبای در این منطقه بحثی سه گاو و دو گسالهش بود. ولی در روز حادثه پیدا نشدن یک گاوی به گفته خودش 25 هزار سامانی او را غمگین کرد. و نیت داشت با پول این چاروایش به پسرش امارت سازد. گاوی سیاهی نابود کرد. ولی گاوی شیرده بودن؟ ولی هم شیر. ولی خیلی پنج وکر شیر میداد. ولی تا همین اینش زایده نه و شیر هم جا به تامین میکرد همه خیش تبارده تو چورکی میبرده که وی خیش تبارم هایی اونجانده. در آن روز حادثه ده مرده دیگری همین دهه سبحان الدین بابایف نیز از جانب مرزبانهای قرغز بازداشت شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. و ادعا دارد که جانب کشور همسایه را عبور نکرده بود و در موضع دستگیر شده اش سالها پادبانی میکند. گفتی تو به جان ادا کوره یو حیات ها دیو من شما هم به حیات هم تو من با اینفرمات ده تو دکستون همین وعیه نوشو میگویی تو همه خلاص میشی نمیگویی اینجا یو مرده میره یو دیگه میره من شما نمیدونم گو تو شما یک افتما زد تندو خواستی و گفتی مچالکه بیار گفت مونگو با توش میشه نشکنه باید پرابی میشه سیت دیگر سه چاروای خرد سبحان الدین نیز در این حادثه ناپدید شده است و با گذشت تقریبا یک هفته نیز مقامات مرزبانی دو کشور زیان مالی این دو ساکن دهه سرحدی را برنگردانده است. روزی 28 می در شعبه کارهای داخلی شهر اسفره هر دوی آنها را تشخیص طبی نموده و از آنها درباره جریان تعقیب سرحدبانهای قرغیز زبان خط گرفتند. مقامات مرزبانی قرغیزستان این خبر را که رسانه های تاجیکستان نشر کردند شرح نداد. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظری آن نتیجه ندادند. ولی عمل مرزبانان خلاف سخنان رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروان که از مرزبانان و مردم خود خواست باید فضای اعتماد در مرز که از طرف نیاگان دو خلق عصرها بنیاد گشته است برقرار کرده شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.